رضا پهلوی که با نام رضا شاه شهرت زیادی در میان مردم داشت و با عنوان رسمی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه خطاب میشد. رضا شاه به عنوان مؤسس و پایه‌گذار خاندان پهلوی شناخته میشود. او که از سال 1304 تا سال 1320 بر ایران پادشاهی کرد، قبل از رسیدن به عنوان پادشاهی وزیر جنگ و نخست وزیر کشور هم بوده. رضا شاه دوران کودکیش را در فقر و تنگدستی گذراند. او در سن 12 سالگی به نظام پیوست و درجات پیشرفت و ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد. وی در 25 دی ماه 1299 از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به عنوان فرماندهی قوای قزاق برگزیده شد و دقیقاً دو ماه بعد از این ماجرا در کودتاهای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند که رضا شاه ابتدا در سمت وزیر جنگ تمام آشوب‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌ها را از بین برد و سپس در 5 آبان ماه سال 1302 به دستور احمد شاه قاجار به سمت نخست وزیری رسید و 2 سال پس از نخست وزیری وی با حمایت مجلس و حامیانش به پادشاهی ایران دست یافت. اگرچه رضا شاه با کودتا در عرصه سیاست ایران توانست گام بردارد، اما پادشاهی و حکومت بر ایران را مدیون تلاش و پشتکار و اراده‌اش در نظم دادن به امور در سمت وزیر جنگ و نخست وزیری بود. ایران در زمان حکومت رضا شاه شاهد نظم نوینی بود. او نهادهای مدرن را در ایران پایه‌گذاری کرد که یکی از مهمترین آنها میتوان به راه آهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران اشاره داشت. همچنین یکی از اقدامات مهم رضا شاه که تأثیر بسزایی از گذشته تا به امروز در زندگی ایرانیان گذاشته، تأسیس اولین بانک به نام سپه بود. همچنین رضا شاه بنیانگذار واحد پول ریال بود و خود نیز دارای حساب‌های متعددی در کشورهای خارجی و اروپایی بوده است. اگر بخواهیم موجودی حساب‌های بانکی رضا شاه را با هم زیر ذره بین ببریم و نگاهی ریز به آنها بیاندازیم، نمی‌توانیم آثار چندانی از آنها ببینیم، چون منابع دولتی از دوره رضا شاه بسیار کم یا ناچیز است که البته اکثر اسناد مخفی یا نابود شدند و حتی همین اسنادی که ماند به گونه‌ای متفاوتی تفسیر یا مخفی شدند. برای مثال مجموعه اسناد دوره رضا شاه که از سازمان اسناد ملی ایران استخراج شد، مطالب مهم خیلی کمی را در بر گرفته بود. مثلا فقط 4 سند در مورد حساب‌های بانکی خارجی رضا شاه وجود داشت که شامل 2 سپرده 150 هزار دلاری در بانک وستمینستر و نیز 2 سپرده دیگر در بانک‌های اروپایی. اگر تا اینجای ویدیو همراه ما بودید، لطفاً چند ثانیه وقت بذارین و از پایین همین ویدیو این ویدیو رو لایک کنید که این لایک‌های شما کمک بسیار بزرگی به ما می‌کنه. بسیار خوب، بریم سراغ ادامه ویدیو. با توجه به اینکه اسناد این دوره اکثرا نابود یا مخفی شدند، اما به مدد اسناد موجود در وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعی درباره حساب‌های دیگر رضا شاه موجود است که شامل بدون اعتصاب حساب‌های نیویورک و سوئیس یا 50 میلیون دلار موجود در حساب‌های بانکی تهران. فقط موجودی حساب‌های بانکی رضا شاه در لندن حداقل 100 تا 150 میلیون دلار بوده که در کل بخوایم حساب کنیم، کل موجودی بانکی رضا شاه 200 میلیون دلار بوده، یعنی موجودی 10 برابر دولت فعلی ایران. اما همونطور که گفتم، آرشیو و اسناد موجود در ایران فقط 4 سند مهم در مورد حساب‌های بانکی خارجی رضا شاه وجود داره و بقیه اونها همه نابود و به دست فراموشی سپرده شدن. سرانجام سرنوشت پادشاهی رضا شاه بر ایران با شروع جنگ جهانی دوم و شرایط بحران ایران و اشغال ایران توسط کشورهای متفقین و غارت نفت و اموال کشور توسط کشورهای بیگانه و دخالت کشور انگلیس در اداره کشور به خاتمه رسید. زیرا که با آغاز جنگ جهانی دوم و حمایت مخفیانه رضا شاه، آلمان و کشورهای متفقین به خصوص انگلیس خواستار برکناری او از حکومت شدند که رضا شاه مجبور به استعفا و ترک ایران شد و انگلیس که خواستار پادشاهی پسر او بود به شدت از او و حکومتش حمایت میکرد که به این ترتیب پسر رضا شاه یعنی محمد رضا شاه پهلوی بر تخت قدرت نشست و با حمایت و پشتیبانی انگلیس حکومتش را بر ایران آغاز کرد. رضا شاه با تصور اینکه بعد از استعفا و ترک ایران قرار آزادانه به زندگی خود ادامه بده، اما گویا دولت انگلیس هیچ‌جوره قرار نیست که دست از سر او برداره. و رضا شاه بعد از استعفا در 25 شهریور سال 1320 توسط 11 نفر از اعضای خانواده سلطنتی ابتدا به بندر عباس و سپس برای مدتی به کشور هند پناه بردند. اما همونطور که گفتم، رضا شاه گویی زندانی دولت انگلیس بوده و انگلیس اجازه نداد تا رضا شاه در هند بماند
و ناچار به جزیره موریس تبعید شدند. رضا شاه بعد از 5 ماه تبعید در این جزیره به کشور آفریقای جنوبی در شهر جوهانسبورگ رفت و تا آخر عمرش آنجا باقی ماند. و بالاخره رضا پهلوی در 4 مرداد ماه 1323 بعد از دومی سکته قلبی درگذشت و دار فانی را وداع گفت. مرسی که تا به این لحظه ویدیو همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین ویدیو برای ما کامنت کنید. راستی اگه هنوزم عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.